در دومین روز انتخابات کرسی ریاست مجلس نمایندگان، میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی با هم رقابت کردند. با آغاز رأی‌گیری رئیس موقت مجلس، اعضای حاضر مجلس نمایندگان را 247 تن اعلام کرد که بر بنیاد اصول مجلس 50 جمع 1 124 رأی می شد. اما برگه هایی که از داخل صندوق ها بیرون شد 244 برگه بود و 50 جمع 1 123 رأی می شد. که از این میان میررحمان رحمانی 123 رأی، کمال ناصر اصولی 55 رأی به دست آوردند و 53 رأی باطل و 13 رأی سفید در این انتخابات به کار رفتند. رئیس موقت مجلس نمایندگان بر بنیاد آرای داخل صندوق آقای رحمانی را رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد. من رحمانی صاحب کامیاب اعلان میکنم. پس از این اعلام آقای رحمانی به کرسی ریاست مجلس نشست. اما دیر نگذشت که آقای اصولی اعتراض کرد و اوضاع داخل مجلس برهم خورد. رئیس اعلان کرد که نصاب ما 247 است، برنده به 124 هست. بعدا رئیس آمد در دالیز 1 میلیون دلار گرفت، خلاص آمد که رحمانی رئیس ولسی جرگه است. رئیس موقت مجلس این اتهام ها را رد می کند. ما داشتیم 244 نفر رای دهنده، سه نفر دیگه غیر حاضر بود رای ندادند. به اون خاطر ما نصاب از رای دهنده ها محاسبه کردیم که 123 می شد 50 جمع 1. وعده می دهم که از رای شما عزت خانه ملت و آرمان های مردم افغانستان با تمام وجود دفاع می نمایم. کوم هغه شایسته د صندوقانو کې او راووتل، نو هغه 204 څلوېخ رای ویسي او سلدر اسرائیل رحماني صاحب راکي او د پارلمان رئیس او زور تمارب مبارکي وایم خپل طرف. کمال ناصر اصولی پایان نشست روز شنبه نتایج این انتخابات را نپذیرفت و به اعتراضش ادامه داد.